تقریبا د نړۍ ټول خلک کله چې یو بل سره ویني روغبړ کې وای څنګه یې، یعنی د یو بل د روغتیا پوښتنه کوي. نن به په دې خبرونه کې د افغانستان له خلکو وپوښتو چې د روغتیا حالت هم څنګه دی. په افغانستان کې عامه روغتیا نن پر همدې موضوع غږیږو. له کاروان سره اوسئ. سلام، با کاروان خوش آمدین. داود صدیقی هستم و این برنامه نیم ساعته را از شهر واشنگتن دی سی تقدیم شما میکنم. در افغانستان فقر، عدم ثبات سیاسی، ناامنی ها و از بین رفتن زیربناها باعث شده تا مردم در وضعیت بسیار بد صحی قرار بگیرند. امروز تلاش میکنیم تا نظر کوتاهی بر وضعیت صحی مردم افغانستان بیاندازیم. برنامه امروز با دیدگاهی از بیرون در مورد صحت در افغانستان آغاز میکنیم. نړیوال سور صلیب 150 کاله مخکې په جګړو کې لټپی سوو سرتیرو او بندیانو سره د مرستې لپاره جوړ سو، خو د وخت په تیریدا سره د یو لوی سازمان په توګه پراختیا ومنده چې بشري اړتیاوې هم تر پوښښ لاندې راولي. Afghanistan is a unique place in terms of the challenges that it poses. افغانستان هغه ننګونه ته په پام سره چې زمنګ د سازمان په چیر یو نړیوال سازمان ورسره مخ ته یو بیساری زاید دی. یوازې یو څو بشري سازمانونه د جګړې په لمړی کرخ کې کار کولای شي. موږ دا کار کوو ځکه چې د جګړې لټول غاړو سره خبرې کوو. موږ له طالبانو، امریکایانو او ایساب سره خبرې کوو او له خپل فعالیتونو څخه خبرو ترڅو د جګړې په سیمو کې د فعالیت اجازه راکړي. په جنگ کې لشکیلو غاړو سره کار کول نړیوال سره صلیب ته لاره پرانیزي چې له خلکو سره مرسته وکړي، خو په افغانستان کې د جنگ وضعیت ته په کتو سره د دغه نړیوال سازمان کارکوونکي له زیاتو ننګونو او ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې روغتیایي موضوعګانې او د روغتیایي خدمتونو برابرول یوه لویه او مهمه موضوع ده، او سر صلیب په دې برخه باندې له کلونو راهیسې تمرکز کړی دی. همدا اوس موږ د افغانستان په سویل د کندهار په ولایت کې د میرویس روغتون چلوو. دغه روغتون د هیواد په یوه لویه برخه کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د میرویس روغتون نسوای کولای چې ټولو اړو کسانو ته روغتیایي مرستې برابرې کړي، نو له همدې عمله سره صلیب په ټول هیواد کې په سیمه ییزه کچه خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د برابرولو دپاره سیارو کلینیکونو ته پراختیا ورکړه. So we provide medicine, we provide training to local doctors. موږ سیمه ییزو ډاکترانو ته روزنه ورکوو ترڅو خلک مجبور نشي چې د لومړنیو روغتیایي اړتیاو لپاره اوږد مزل وکړي. موږ همدارنګه د اورتوپیدي مرکزونه لرو چیرې چې د مان له قربانانو سره مرسته کوو. موږ په سیمه ییزه کچه سیار کلینیکونه لرو او ډاکترانو او روغتونونو ته د خلکو په لیږدونه کې مرسته کوو. نړیوال سور صلیب یوازې روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کوي، د دې ترڅنګ داسې ښکاري چې په واقعي توګه د افغانستان د خلکو په اړتیاو هم پوهیږي. موږ وینو چې په افغانستان کې حالات مخ په خرابېدو دي او له بشري پلوه هم د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ګیر پاته دي، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد په ځینو برخو کې د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ژمی په موسم کې په افغانستان کې د سره صلیب شاوخوا 2000 کارکوونکي ډیر مصروف وي. ژمی په افغانستان کې ډیر سخت وي، هوا ډیره سړیږي او د خلکو لپاره تګ راتګ او سفر کول ډیر سختیږي. کوم خلک چې روغتون ته د تګ اړتیا لري د سړکونو د بندېدو له امله نشي کولی چې له خپلې سیمې بهر لاړ شي. ځینې وختونه خوراکي موادو ته لاسرسی ډیر ستونزمن وي. موږ یوازې له خلکو سره د خوراکي توکو مرسته نه کوو، ځکه دا کار مو هر وخت کله چې اړتیا وي کړی، خو موږ همدارنګه په پسرلي او اوړي کې بزګرانو ته کرنیز تخمونه ورکوو ترڅو هغه وکري او د ژمي په مهال خپل ځان او کورنیو ته کافي خوراکي توکي برابر کړي. سور صلیب همدارنګه خلکو ته د دندو پیدا کولو په برخه کې روزنه ورکوي، له زندانیانو څخه لیدنه کوي او له بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته کوي. افغانستان کې د ډېر وخت راهیسې د کار کولو له امله مو یو جوړښت رامنځته کړی او دا هغه څه دي چې د موسسې یا سازمان لپاره یې ترلاسه کول په افغانستان کې اسانه کار نه دی. خلک سور صلیب پیژني، مني او دا کار موږ ته د دې وړتیا راکوي چې خدمتونه برابر کړو. گفتگویی بود با یکی از مسئولان سازمان بین‌المللی صلیب سرخ که در مورد فعالیت‌های سازمان در افغانستان معلومات می‌داد.
به اساس آماری که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان ارائه شده، 60% مردم تنها از مشکلات روانی رنج میبرند. به همین ارتباط گزارشگر ما نعیم اتل در شمال افغانستان با چند شهروندی که دچار مشکلات روانی هستند گفتگو کرده و گزارش تهیه دیده که تماشا میکنیم. بشیر احمد جوان است که از مشکل افسردگی رنج میبرد. این جوان افسر پلیس است، اما چیزی که وی را به این مشکل دچار ساخته است مشکلات اقتصادی و نزاهای فامیلی میباشد. جنجال باشه چیز باشه یک چیز مردم چه میکنه رو دادل من میپردم بسیار اندکی گپ هم باشه با من چرت میزنه میگنون گپ با من بسیار کلام چی میشه به فشار اقتصادی هم از بارد یا خیره فشار اقتصادی که نباشه دیگه جمع باشه فکرتم روشن است چیز. بیکاری از بزرگترین علت افسردگی در افغانستان شمرده میشود و از همین سبب است که اکثر جوانان دست به مهاجرت زده و یا هم به اعتیاد رو میآورند که خود باعث رنج و افسرده ساختن دیگران میگردد. مهاجرت هایی که جوانان در طول چند سال جنگ در افغانستان مهاجر شدند به ایران و پاکستان، دویر بدبختان اینا معتاد به مواد مخدر شدند. همینطور که خود افسردگی یا خود امراض روانی باعث به وجود آمدن یا باعث سوق دادن جوانان به طرف اعتیاد میشن، خود اعتیاد هم باعث به وجود آمدن امراض روانی به خصوص افسردگی میشه. اینجا شفاخانه ساعت روانی شهر مزار شریف است. کمرزا بیشتر از 40 مریض در اینجا مراجعه می نمایند. اکثر مریضان که اینجا مراجعه می نمایند از مشکل روانی افسردگی رنج می برند. به گفته دکتران آمار مریضان دچار به افسردگی در میان خانم ها نسبت به مردان بلند است. این که علت افسردگی در میان خانم ها چی بوده می تواند دکتر اشرف روان می گوید. علت افسردگی در پیش زنان در جامعه ما شما بعض مشکلات فامیلی خصوصا خوشنطایی در فامیلی وجود دارد. تبعیض هایی که در نظر جنسیت وجود دارد در بین فامیلی خانم ها زیادتر چی میکنند یا زن ها دچار به افسردگی میسازند یا همو برخوردهای دوگانه که در فامیلی ها وجود دارد. نظر به احصائیه که وجود دارد 50-60% اتباعی افغانستان دچار مشکلات روانی میباشند که اکثر آنان از مشکلات افسردگی خفیف رنج میبرند. به گفته دکتران اکثر مراجعین آنان را جوانان به خصوص خانم ها تشکیل میدهند که در این اواخر افزایش این بیماری در بین جوانان نگران کننده می باشد. نعیم اتل، مزار شریف. هاگه کسان چیل روانی ستونز سر مخمختی که دی نراغوی بر عوامل و زن پوکرینو بخی که دو که با دیر امرست سور سر وکری پا هم دی اکلا را بشو بل مطلب تا تلاش برای کمک به بیماران روانی در افغانستان رو به افزایش است. همکار ما فاروق فیضی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد که روزانه بیش از 70 تن از افرادی که به مشکلات روانی مبتلا هستند در مرکز درمانی بیماران روانی در ولایت هرات تحت تداوی قرار می‌گیرند. گزارش آمدی نشر است، تماشا می‌کنید. این فرد مبتلا به بیماری روانی است که جهت درمان به این مرکز درمانی بیماران روانی آورده شده است. معمولاً طرز گفتار و حرکات نامتوازن آن حکایت کننده مبتلا شدنش به مرض روانی می باشد. امی حرفای زمکرم باعث می شد که من مسجد نروم و کار فشار می آورم. دیگه خیلی می زدم. اعصاب من بعد تصدیم می کنم به چوب دهت و تسر من می زدم. دیگه اینا خیلی به حالت افسردگی و غمگینی و پریشینی پیش می شد. دیگه همی شد دیگه بعد از 20-30 سال دیگه شد که مریض شدم. تنها این فرد نیست که به خاطر بیماری روانی به این درمانگاه مراجعه کرده است، بلکه مانند او افراد زیادی به نظر می رسد که جهت تداوی بیماری های روانیشان به اینجا آماده اند. در این کلینیک درمانی معمولا به شیوه های متفاوتی افراد مصاب به بیماری روانی را تحت درمان قرار می دهند که یکی از این شیوه ها معلومات دادن برای افراد بیمار از عواملی که باعث ایجاد این مریضی می شود است. دکتر فریحه یکی از دکترانی است که بیشتر در راستای عوامل به وجود آورنده امراض روانی برای مریضان معلومات می دهد. بیشتر راجع به مریضی ها اعراض و علائم مریضی و نشانه هایی که یک مریضی چی رقم به وجود می آید مریضی روانی و عوامل از او که چی چیز باعث همین مریضی ها روانی میشه. بیشتر در این رابطه صحبت نکنیم و ما چی کارهایی باید انجام بدیم که بتونیم بهتر از این مریضی مثلا از این مریض مراقبت بکنیم. این مرکز صحی از سال 2006 با کمک مالی مؤسسه IAM در چوکات ریاست صحت عامه ولایت هرات
به فعالیت آغاز نموده است. در همین حال دکتر نظیف الله پوینده مسئول این کلینیک میگوید به تعداد 18 تن از دکتران در اینجا مصروف خدمات صحی برای بیماران روانی می باشند. او جنگ، ناامنی، فقر و مشکلات خانوادگی را از عوامل افزایش بیماری روانی در این ولایت برمی شمارد. جوانی که در شرایط جنگ کلان شده حتما او یک فرد است که از نظر روحی مساعد به امراض روحی. بعدن وقتی که وارد اجتماع میشه او بیکار میمونه و نمیتونه خرج فامیل در بیاره و وقتی داخل محیطی هست که اونجا همیشه جنگ و ناامنیه، طبعا سر روحی از این تاثیر میگذاره و میتونه باعث ازی بشه تا نزد ازی تکلیف روحی ایجاد بشه و یا تشدید بشه. در حال این مرکز درمانی برای بیماران روانی در ولایت هرات در غرب افغانستان به فعالیت آغاز نموده است که مسئولان بخش صحی از افزایش روز افزون مبتلایان به مریضی روانی در این ولایت اظهار نگرانی می نمایند. فاروق فیضی، هرات. در روانی ناروغی ترڅنګ و بل لوی ستونزه چې د افغانستان خلک ورسره لاس په گریوان دي په نشه یي توکو روغتیا ده چې درملنه یې اوږده او یو څه سخته ده. په دې هکله زموږ همکار مصطفی کاکړ له یوې داسې کورنۍ سره غږېدلی چې ټول په نشه یي توکو اخته دي. دا به په ګډه سره وګورو. په نشه یي توکو د هغې روږ دي چې له کاروان سره یې له مخ ښکاره کېدو ډډه وکړه. له اوه کلونو را په دې خوا نشه یي توکي کارول چې اوس د درملنې په موخه په نجات سنټر کې بستره ده. د نوموړي مالجه ډاکټره وایي چې روغتیایي حالت یې ښه دی. ویده جانه، زموږ مریض چې ده فامیلي موتر ده، خاوند یې هیروین دود کوه، دوی تریاک پیسه تریاک استفاده کوه، تا ماشومان یې هم موته ده. اوس د نجار سنټر ټیم د ویدي کور ته ځي او هلته د دې بچیان تر درملنې لاندې نیسي. دغه جریان به په ګډه سره وګورو. دا چې وحیده څنګه په نشه یي توکو روږدې شوې، د نجار سنټر له کارکوونکو سره کور ته ولاړم او مو لیدل چې ماشومان او خاوند هم په نشه یي توکو روږدې دي. شوهرم ایران رفته بود، ابو جا معتاد شده بود، وقتی که آمد ایجا دود میکرد کل ما دودی شده بودیم. این دختره که کلان هم بسیار نارامی میکرد، وقتی که شوهرم پس رفت ایران ای بسیار نارامی میکرد، گریان میکرد. باز وقتی که دکتر سایگو آمدن تداوی ما کردن، باز ما حالا صحت مند شدیم، خوب شدیم حالا. د نجات سنټر د کارکوونکو په وینا دوی د وحیدی د کورنۍ د غړو درملنه د هغوی په کور کې کوي او د هغوی روغتیایي حالت مخ په ښه کېدو دی. د وحیدی لور چې له زیاتې مودې را په دې خوا په نشه یي توکي روږدې ده داسې وایي. اینه چی ما د بیرو ساتری میکنیم، بدن دود میکشید، با درکایم میامد پالیش میشید، باز کل ما را دود کرد. د وایده جان خاوند چې جاوید نومیږي پخوا په مخدره مواد باندې اخته وو، اوس د مخدره مواد نه استعمالوي. جاوید سلور ماشومان لري. ما خودم د مخانه استعمال میکردم، میزدم اکینیام کلشان دغه دمی دود ازیت که مصرف دمی دود مثلا یا مغشته شده بودن کلشان. حالا چون کی خانه ما خوردم ما اسما کیچن میزدم ختمی یام دمی دود تنفس میکردم. وحیده وایی چه نشه ای توکی جوان دومره خراب کرده و چه ده ماشومانو خرسولو تا اردستل شوه. خود نجات سنتر کار کون که ورسره مرسته وکده او ده ایتیات لمنگلوی اشغوره لیده. با قلم نم ده آرامه نشوه او سگریت مو چه پلاس که بیر کرو، اما اغا سگریت ده سیو شای دیتا نماین شوله که چه ده بازی چه ای پاغن ده آرامه شوله. پس لاغن موگ ده سی نتیجه تراغلو چه ده اولادون ای طول معتاد و بیامود تداوی لاندی و نیول خوشبختانه چه وز سهت یاب شوی دی. د ډاکټرانو په وینا هغه کورنۍ چې د خپلو بچانو په مخ کې مخدره مواد کاروي د دوی د بچانو د اخته کېدو پوره امکان شته او په افغانستان کې زیاتره کورنۍ د خپلو بچانو په مخ کې مخدره مواد کاروي چې یوه لویه ستونزه په افغانستان کې شمیرل کېږي. محمد مصطفی کاکړ، کابل. راورسیدو لکاروان سره د اړیکی برخه ته ما سره دوه عمده پښتنې دي چې غواړم په دې برخه کې مطرح کړم. نن سبا په افغانستان کې څومره خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او د روغتیا په برخه کې لوی ستونزې څه دي؟
د دې پوښتنو ځواب د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت له ویان ښاغلي کارګر نوروغلی نه به واورو چې همدا اوس په خپرونه کې راسره دی. نوروغلی صاحب، به کاروان خوش آمدین. تشکر از شما. در حال حاضر چند درصد مردم افغانستان به خدمات سی دسترسی دارند؟ تشکر. آمار رسمی نشان می‌دهد که حدود 60 درصد مردم افغانستان دسترسی به خدمات صحی داره، اما وزارت صحت عام تصمیم گرفته تا سال 2015 حدود 90 درصد مردم افغانستان به خدمات اساسی دسترسی پیدا کنه، که یک استراتژی در این راستا ساخته شده و نزدیک به 900 و چند میلیون دلار هزینه برخواد داشت، که خوشبختانه نزدیک به 400 میلیون ازی از طرف شرکای سی ما پذیرفته شده. بله، در حال حاضر حد اوسط فاصله بین یک مرکز صحی و یک خانواده عادی افغان چه اندازه است؟ آمار رسمی که بررسی هایی که از طرف خود وزارت صحت عامه احصایی مرکزی صورت گرفته، فاصله بین مرکز صحی ما و یک خانواده حد اوسط در پای پیاده یک ساعت است، اما این حد اوسط است، اما در برخی موارد متفاوت می باشد. در صورتی که با موتر کسی بره حدود 7 دقیقه الی 10 دقیقه است، اما حد اوسط که بررسی هایی که پیش وزارت صحت عام است، یک ساعت فاصله بین یک مرکز صحی ما و خانواده ای که می خواهی با پای پیاده و مرکز ما برسه فاصله وجود داره. بله، چند قبل سرپرست وزارت صحت به رسانه ها گفتند که 60 درصد مردم افغانستان از مشکلات روانی رنج میبرند. در این رابطه شما چی پلانای رو ریدست دارین یا چی کارهای رو انجام دادین تا حال؟ وزارت صحت عامه تصمیم گرفت عرضه خدمات صحت روانی را مدغم بسازه با دیگر عرضه خدمات، چون در گذشته به خاطر مشکلات روانی مراکز مخصوص وجود داشت. تصمیم گرفته شد که عرضه خدمات صحت روانی مدغم قرار بگیره با دیگر عرضه خدمات سی، یعنی به این معنا در تمام مراکز سی ما که ما نزدیک به 2000 مرکز سی در سراسر کشور داریم، بتانن اونجا هم مشکلات صحت روانی مورد تداوی قرار بگیرن. بسیار عالی. گفته میشه به دلیل پایین بودن سطح آگاهی، مردم خودسرانه از ادویجات و حتی از مواد مخدر استفاده میکنن برای تداوی بسیار امراض کوچک. بله، بلند بردن سطح آگاهی مردم چی کارهایی را شما روی دست دارین؟ بدون شک وزارت صحت عامه به خاطر بلند بردن آگاهی مردم، به خصوص مادرها، برنامه هایی را داره هم از طریق مطبوعات و هم از طریق مبلغین که خوشبختانه نتیجه هم داده، یعنی به این معنا نسبت به سالهای گذشته، سالهای 2002 آمار نشان میده که حدود 35 درصد خانم ها امروز فاصله بین ولادت ها را مد نظر میگیره، یا کاهشی که در مرگ مادرها ما داشتیم، دستاورده که داشتیم بدون شک تا اندازه بلند بردن آگاهی عامه تاثیر داشته. بله. در گذشته از هر 9 زن یک زن معروض به خطر بود و امروز آمار نشان میده که از 11 زن یک زن معروض به خطر است. کارگر نوروغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، از حضور شما در کاروان سپاسگزاریم. تشکر از شما. طبابت یکی از حرفه‌های پرمسئولیت است، چون با زندگی انسان ها سر کار داره. طبیب باید در بخش کاری خود از علم و تجربه کافی برخوردار باشه. همکار ما نعیم اطل در مزار شریف با یکی از دکتران گفتگوی انجام داده که همین لحظه آمده نشست. همایون درمانگر په 1350 هجری مریض کال کې د مزار شریف ښار په یو متوسطه کورنۍ کې نړۍ ته سترګې خلاصې کړې. په 1350 کال کې ښوونځی پیل کړ او د خپل ښوونځي یو ممتاز او بریالی زده کوونکی و. ښاغلی درمانګر په 1968 کال کې د کانکور له ازموینې څخه وروسته د بلخ پوهنتون د طب پوهنځي کې شامل شو او په 1972 کال کې دی ام ډی ډیپلوم ترلاسه کړ. له پوهنتون تر فراغت وروسته یې د طبابت په برخه کې ډېرې جایزې او تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي. نوموړي په 2004، 2005، 2008 او 2009 کال کې د آلمان او امریکا هیوادونو ته تحصیلي بورسونه ترلاسه کړل چې د هغه مسلکي ژوند ته یې یوه نوې بڼه ورکړه. تحصیلات البته بعد از دوره پوهنتونی یا دانشگاهی در ابتدا در کشور جرمنی بود که 3 ماه یک دوره فلوشپ رفته بودم در سال 2005، 2004، 2005
و بعدا در کشور امریکا فلوشپ دوم اجرا کردم. آرتروسکوپ که اشاعت کردیم. دایوای د لومړي ځل لپاره ل امریکا څخه داسې وسایل راوړي چې د مفصلو په منځ کې معاینات عملیات کوي. عملیه به نام آرتروسکوپی انجام میشه که عبارت از یک نوع معاینه و عملیات امراض داخل مفصل توسط کمره است. ډاکټر اماین په خپل کلینیک هر ورځ له څلوېښتو څخه د زیاتو ناروغانو معاینه او درملنه کوي او پر دې برسیره د طب په فاکولتا کې تدریس هم کوي. پوهنتون بلخ ما د دپارتمنت جراحي مضمون ارتوپیدي همین مسلک خود تدریس میکنم. له هغه څخه مې په بهر کې د تحصیلاتو او په مسلک باندې د نوو زده کړو او تجربو د اغېزې په هکله وپوښتل. عملیات بالای دیگه که اطفال بود که اصلا در تصور ما نمیآمد که ما چی وقت ای عملیات انجام خواهد دادیم که دیگکای برآمدگی مادرزاده مادر مزار شریف در افغانستان عملیات کنیم که فیل کانال استخوانه دای وای کچیر د نو ذکر ضرورت احساس شینو دای بل خپل بهرانه یم کارانو څخه مرسته وغوړی او پلان لري چې لرو پروتو ولایتونو څخه ډاکټران دغه شهر ذکر تر او بولی چې دای پری پویږي او په همدې توګه وای کچیر دولت د تباوت په برخه کې ځوانانو ته ښه شرایط برابر کړي نو دغه مسلک به خواده وکړي. جوانای با استعداد که هر سال از فاکولتای طب ما فارغ میشن و متاسفانه سرگردان پشت کار میگردن. اگر دولت این استعدادها شناسایی بکنه و زمینه تحصیلشان در داخل و در خارج تحصیلات بیشترشان فراهم بسازد واقعا که این جوان ها میتونن که وضع را تغییر بدن. نړۍ په کچه د تبابت علم ورځ تر بلې پراختیا مومي خو له بده مرغه په افغانستان کې عاده دغې پراختیا امکانات نشته او له بله پلوه شته امکانات هم ډېر محدود دي. نو له همدې امله ډیری خلک د درملنې لپاره بهر ملکونو ته د تداوۍ لپاره ځي او که چیرته په ځینو برخو کې دا امکانات برابر هم شي له دې چې نوي وي خلک پرې باور نه لري. نوی متل مزار شریف. تاسې کورنۍ د پوهاوي د ټیټې کچې له کبله له دې سختو ستونزو سره مخامخ کیږي نو له دې معلومیږي چې په روغتیایي برخو کې د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول باید په لومړیتوبونو کې وشمېرل شي. پرحال روش و بل مطلب تا با فارغ شدن 16 تن محصل جوان از انستیتوت های صحی ولایت هرات برای نخستین بار بخش لابراتوار شفاخانه حوزوی ولایت با فعالیت آغاز کرد. همکار ما فاروق فیضی جزئیات را دنبال کرده. این زوحل رحیمی یک تن از دکتران جوان است که در بخش لابراتوار شفاخانه حوزوی ولایت هرات مصروف خدمت برای بیماران می باشد. او که به تازگی از انستیتوت صحی ابو علی سینا فارغ شده است بیشتر اوقات خیش را در بخش لابراتوار شفاخانه حوزوی هرات سپری می نماید. او می گوید جنگ ها و مشکلات چند دهه اخیر شمار زیادی از هموطنانم را به امراض مختلف دوچار ساخته و حالا نیاز به درمان دارند. اما از این که این فرصت برایم مساعد شده تا در راستای تداوی هموطنان خود کار نمایم بسیار خوش هستم. ما از موضوع خیلی خوشحالیم بی اندازه به خاطر که ما میتونیم مشکلات مردم خور رفع کنیم. مردم رنجیده ما و همچنان ما میتونیم که هر مشکلی که اونا داشته باشن ما میتونیم که باعث نی مشکل از این رفع کنیم. اما این تنها زوحل رحیمی نیست که در بخش لابراتوار کار میکند. مانند او 16 جوان دیگر نیز هستند که بعد از فراغت از انستیتوت های صحی اکنون موجودیتشان باعث شده تا بخش لابراتوار شفاخانه هرات به صورت منظم به فعالیت آغاز نماید. دکتر نوراغا یک تن از این افراد می باشد که او نیز به اینجا مصروف تداوی افراد مریض می باشد. وی می گوید تا چند قبل نبود لابراتوار مجهز در چوکات شفاخانه هرات یکی از چالش های مهم سد راه مریضان بود. اما حالا این مشکل رفع شده است. با مردم مستضعف و غریب و در مجموع کسایی که به شفاخانه مراجعه میکنن به خاطر عملیات ها و به خاطر تداوی، اینمی بخش لابراتوار یکی از بخش های بسیار مهمه که برای اقتصاد از این مردم نمیتونه که نفر ضربه بخوره یا مریض از لحاظ اقتصادی ضربه نمیخوره، تمام معاینات به اینجا کار میشه. این لابراتوار در حال حاضر مجهز با تمام امکانات لازم می باشد که به اختیار مریضان شفاخانه هرات قرار گرفته است. در همین حال دکتر فرید علی کوزه مسئول مرکز لابراتوار شفاخانه حوزوی هرات می گوید حالا به طور 24 ساعته این مرکز لابراتواری بر روی مراجعین باز است و افرادی که نیاز به لابراتوار داشته باشند دیگر مانند قبل نباید نگران و سرگردان باشند. برای مردم بسیار یک سهولت خیلی خوب ایجاد شده به شکلی که شفاخانه حوزوی را تمام خدمات مجانیه
و معاینات لابراتواری هم فعلا با مریضای داخل بستر ما مجانی اجرا میکنیم. حدودا همین فعلا یک مریض معاینات که ما اجرا میکنیم حدود 1000 یا 1500 به هر مریض ما اجرا میکنیم که اگر در نبود لابراتوار این مصرف به دوش مردم بیچاره بود. بعد از شکست حکومت طالبان یکی از دستاوردهای مهم دولت و جامعه جهانی توسعه مراکز صحی درمانی در افغانستان بوده است که امروزه اکثریت باشندگان این کشور دسترسی آسان و خدمات صحی در این کشور دارند. فاروق فیضی، هرات. از طریق اینترنت بسیار به سادگی و هر وقتی که خواسته باشین میتونین کاروان رو تماشا کنین و با ما تماس بگیرین. راه تماس با ما زیاد است و همچنان میتونین وبلاگ شخصی ما را هم ببینین و نظر بدین. daoudsiddiqui.blogspot.com منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. چهره های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا، اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید. ما شما دیلوین پرتل جرپ نارگوی اختکیگی او یاد سه زنگری پاملده نکباری دا چه پا افغانستان که دی ماشومانو دا پارد وقتیهی خدمتونه پا چه حل که دی مصطفی ککر بلی ریپورت که بیوگون دا اندراغاندی یا دی ماشومانو در روختیا در روختون داکتران وای چه دوی ووز دا سه سانتیاوی لیری چه کولی چه دی گزرن ناروغی درمل لوکری دی ترسنگ پا دغ روختون که دی جراحی، ارتوپیدی، وگونو، پوز یا وستونی خدمتونه هم تر سرکیگی. پښتنه یوه له هغو میندو څخه ده چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره دغه روغتون ته راغلې. زخمه دسه جوړ شده کمه غلمه اصل مه دي نه پرې روز پنجشنبه پیش ډاکتر بردم هغه څه گرفتم دغه ډاکتر کې دید گفت که چیسته دیگه کس اوس برام خط داد که بر شفاخانه. د اندراګاندی د روغتون ډاکتران وایي چې دوی کولی شي په دغه روغتون کې هر راز جراحي عملیات ترسره کړي او هیوادوال دې ته اړ نه دي چې بهرنیو وادونو ته ولاړ شي. د ډاکټرانو په وینا د اندراګاندی روغتون ته د ورځې 600 کسان مراجعه کوي چې اکثره یې ماشومان دي. په دغه روغتون کې دغو ناروغانو ته په وړیا توګه درملنه ورکول کیږي. شاید از صبح که میایم تا این نیوم منتظرم دکترام یک ذره کوشش کنه اوشتا خورد استا گریان میکنن در اینجا دیگه اصیلیش گرفته از او قدرم نشده بخی ضعیف است دکترام یک و نیم سال است. نرگز بیا یوه بله ناروغ ماشومه ده چه دستونه ده ناروغی لعمل للس و رز و راپدی خواه پا ده غروختون که ده ده نموری دکتر وای چه او سه روختیایی حالت خشوهی مریض بستر و پس لبستر ورته درقیات و کم دواچ لازم ورته ورپشه ولی اوس مریض تر پخوانه ډیر ښه شوی ده یو عادي ټوخلی پاتې ده ورته دوام ولي کنه انشاءالله نور خپل مشکل به حل شي. ما مسل از در و پیش مریض بودم آبادم دمی شفخانه دوا گرفتم این حال خوب شده میرم خانه. حال باز چه آوردم ما گفتم بازم گفتن همیشه سرمایه زمستان است کدوم مرضی نمانده باشه یا پوریا نباشه یا کدوم چیز دیگر نباشه یک دفعه باز باینات شد انشاءالله به فضل خداوند شفا یافته. قسم سی خدمات په افغانستان کې اوس مخ پر ودی دی خو بیا هم هم خلک وایي چې د ځینو جراحي عملیاتو دپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي او هلته دغه عملیات ترسره کوي خو د دې روغتون چارواکي وایي چې په دغه روغتون کې ټول خدمات په وړیا توګه خلکو ته وړاندې کیږي چې اوس مهال د ورځې زر کسان دغه شفاخانې ته مراجعه کوي. محمد مصطفی کاکړ، کابل. افغانستان در بخش صحت قدم های رو به پیش گذاشته اما تا حال راه طولانی را پیش روی داره. به هر حال رسیدیم به آخر برنامه اما موضوعی را که میخواهیم یادآور شوم حقیقت ایست که با به تصویر کشیدن این مشکلات حل نمیشه اما در نهایت از مجموعه این تلاش ها از مجموعه این تصویرهای کوچک یک تصویر بزرگ به میان میاره که امید است این تصویر بزرگ بتونه تحول مثبت را در زندگی مردم به میان بیاره. نانای کاروان همدلتا ودریگی خلی یادو نباسه هر جمعه دی ماخام پر شپگو بجو پر همدی چینل بیا هم به مکسر اوسی تر بیا اللهم بچه.